با نام خدا و با عرض سلام به خبر شش خوش آمدید. امروز پنجشنبه پنجم ماه حمل سال 1400 هجری خوشیدی در آقا سرخط چند خبر. مخالفت ارگ ریاست جمهوری با تصمیم احتمالی چند تن برای تقسیم قدرت در کشور. صلحی که بین چند نخبه صورت بگیره و حکومتی که میان چند تا نخبه سیاسی تقسیمات شود، مردم افغانستان را از خود نخواهد دانستن. تلاش های جو بایدن برای حفظ یک نیروی ضد هراس بنی امریکا در افغانستان. طالبان در نهایت ادعای پیروزی خواهند کرد و هراس افغانان از سراسر جهان دوباره به افغانستان برخواهند گشت. هشدار احمد مسعود از احتمال یک جنگ داخلی در صورت خروج شتاب زده نیروهای امریکایی از افغانستان. اگر امریکاییان با یک تصمیم شتاب زده از افغانستان بیرون شوند، افغانستان در یک آشوب، خشونت و جنگ داخلی دیگر سقوط خواهد کرد. ساخت غیر معیاری جاده ها و کوچه ها تهدید جدی به بازمانده های تاریخی یهودیان در ولایت هرات. و نگرانی اتحادیه اروپا از ادامه سرکشی ایران از تعهدات هسته‌ای. زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. ریاست جمهوری میگوید که طرح رای جمهور غنی در برابر طرح امریکا نه بلکه نقشه راه در روند صلح افغانستان است. مشاور ارشد رای جمهور در امور رابطه عامه و استراتژیک میگوید صلحی که میان چند نخبه سیاسی به میان بیاید و حکومتی که میان این نخبگان تقسیم شود آن را مردم افغانستان از خود نمیدانند و سبب بی‌ثباتی بیشتر خواهد شد. از سوی هم رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان نشست ترکیه را مشابه به نشست بان نمیداند. شریف امیری گزارش میدهد. ریاست جمهوری میگوید که طرح رئیس جمهور غنی درباره صلح در مخالفت با طرح امریکا نیست. نقشه راه رئیس جمهور بر صلح در جواب و در رد و تایید یک نقشه کس دیگه نیست. نقشه حکومت افغانستان بر رسیدن به صلح است که ابعاد مختلف روند صلح را در بر میگیره. بر بنیاد طرح رئیس جمهور غنی برای انتقال قدرت در درازای 6 ماه انتخابات برگزار خواهد شد. په عملی لحاظ نه، مقابل لوری قطعا دا منلی نشی، خو دا یو عملی طرح نه ده په مختلفو دلایلو باندې. برخ از اعضای هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان نیز جزئیات طرح رئیس جمهور غنی را به دست آوردند. طرح رئیس جمهور افغانستان یک طرح آرمانی است، یعنی بسیار خوب است، اما باید توجه داشته باشیم که ما برای رسیدن به یک توافق متوجه باشیم که با خود ما حرف نمیزنیم، یک طرف مقابله هم وجود دارد که جانب طالبان هست. پیش از این برخ از منابع در ارگ به رسانه ها گفتند که رئیس جمهور غنی طرحش را درباره صلح افغانستان در نشست ترکیه روی میز خواهد گذاشت. صلحی که بین چند نخبه صورت بگیره و حکومتی که میان چند تا نخبه سیاسی تقسیمات شود، مردم افغانستان او را از خود نخواهد دانستن. با این همه رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان نشست ترکیه را مشابه به نشست بان نمی داند. واقعیت های زمان نشست بان با اکنون بسیار متفاوتند. در آن زمان صدای زنان شنیده نمی شد. امروز زنان نقش های فعال در اجتماع و اقتصاد دارند. امروز افغانستان تمامی نهادهایی را دارند که فعالند. طالبان نیز به تولو نیوز میگویند که تا اکنون مشخص نشده است که به نمایندگی از این گروه در نشست ترکیه چه کسی شرکت خواهد کرد. پیش از این منابع در ارگ گفتند که اگر در نشست ترکیه ملاح بتولا شرکت کند، رئیس جمهور غنی نیز در این نشست شرکت خواهد کرد. رئیس جمهور امریکا میخواهد که دامه حضور نیروهای امریکایی را در افغانستان بررسی کند. آدم اسمیت رئیس کمیته خدمات تسلیحاتی مجلس نمایندگان امریکا میگوید که جو بایدن در جستجوی یک توافق با طالبان برای حفظ نیروهای امریکایی در افغانستان است. در این حال لیزا کارتس یک مقام پیشین شورای امنیت ملی امریکا هشدار میدهد که خروج شتاب زده نیروهای امریکایی از افغانستان باعث می شود که طالبان در 6 تا 12 ماه قدرت را خواهند گرفت و گروه هراس افغان از سراسر جهان بار دیگر به افغانستان برخواهند گشت. حسیبه اتک پال در این باره گزارش تهیه کرده است.
مجله فارین پالیسی آمریکا بحث آنلاینی را زیر نام افغانستان چگونه بر نقش آمریکا در جهان تأثیر خواهد گذاشت با حضور یک قانونگذار و سه تحلیلگر برجسته آمریکایی برگزار کرد. این قانونگذار آمریکایی بر این باور است که اداره بایدن برای ادامه حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان به دنبال سازش با طالبان است. ما در افغانستان نزدیک به 3500 سرباز داریم و متعهدان ما نیز در حدود 7000 نیرو دارند. شما نمی توانید در 6 هفته به هر طریقی 10000 تن نیرو را بیرون بیاورید. وظیفه اول حکومت بایدن گفتگو با طالبان است تا به نیروهای آمریکایی برای ماندن کمی بیشتر در افغانستان اجازه یابد. لیزا کورتیس مسئول پیشین بخش آسیای جنوبی و مرکزی شورای امنیت ملی آمریکا هشدار می‌دهد که صفر ساختن نیروهای آمریکایی در افغانستان پیامد خطرناکی خواهد داشت. من باور دارم که طالبان خواهند توانست قدرت را در 12 تا 18 ماه بگیرند. آنان ظهور دوباره پناهگاه‌های امن هراس افغانان را به گونه زمینه سازی خواهند کرد که نیرومندتر از آنچه که پیش از این رویدادهای 11 سپتامبر بودند خواهند بود. طالبان در نهایت ادعای پیروزی خواهند کرد و هراس افغانان از سراسر جهان دوباره به افغانستان برخواهند گشت. دو تحلیلگر دیگر آمریکایی میگویند که حفظ نیروهای آمریکایی برای موفقیت روند صلح افغانستان ضروری است. ایالات متحده در سرکوب طالبان ناتوان بوده است، اما با حفظ سربازان میتواند مانی رسیدن طالبان به هدفهای سیاسیشان از راه خشونت شود. پس این قدرت تا زمانی که روند صلح به موفقیت بیانجامد حفظ شود. ما القاعده را سرکوب کردیم، اسامه بن لادن را کشتیم و به سختی طالبان را مجازات کردیم. اما در آنجا آنچه که ناکام ماندیم جلوگیری از جنگ است که بیش از 20 سال ادامه دارد. در اهداف دیگری چون ایجاد مردم سالاری و ملت سازی نیز ناکام ماندیم. سخنگوی کاخ سفید در پاسخ به این پرسش که آیا تصمیم بایدن درباره ادامه حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان در هفته روان اعلام خواهد شد یا نه، میگوید که امید است این تصمیم به زودی اعلام شود. در این حال احمد مسعود فرزند احمد شاه مسعود قهرمان ملی کشور از بیرون شدن زود هنگام نیروهای خارجی از افغانستان هشدار می‌دهد. وی در گفتگوی با شبکه فرانس 24 می‌گوید که اگر نیروهای آمریکایی از افغانستان با عجله بیرون شوند این کشور درگیر یک جنگ داخلی خواهد شد. آقای مسعود از پیشنهاد آمریکا برای تشکیل یک حکومت انتقالی پشتیبانی می‌کند و از مخالفت رئیس جمهور غنی با چنین حکومت انتقاد می‌کند. انیسه شهید گزارش می‌دهد. احمد مسعود پسر احمد شاه مسعود که برای شرکت در مراسم رسمی نصب لوح یاد بود از شهید احمد شاه مسعود قهرمان ملی کشور به پاریس رفته است، در یک گفتگوی ویژه با فرانس 24 از خروج شتاب زده نیروهای آمریکایی از افغانستان هشدار می‌دهد. اگر آمریکاییان با یک تصمیم شتاب زده از افغانستان بیرون شوند، افغانستان در یک آشوب، خشونت و جنگ داخلی دیگر سقوط خواهد کرد. مردم در شمال برای هر دو سناریوی جنگ و سال آماده هستند. احمد مسعود از پیشنهاد آمریکا برای تشکیل یک حکومت انتقالی صلح پشتیبانی می‌کند و مخالفت‌های رئیس جمهور غنی را برای پذیرش دولت انتقالی صلح انتقاد می‌کند. من باور دارم که او حکومت انتقالی را از بهر این رد می کند که می خواهد قدرتش را ادامه دهد. اگر موضوع انتخابات را مطرح می کند، می دانیم که در انتخابات گذشته چی چیز رخ داد. مردم از انتخابات خاطره خوبی ندارند و سوی هم اوضاع به انتخابات مناسب نیست. عبدالله عبدالله، حامد کرزی و شماری از چهره های دیگر نیز به فرانسه رفتند تا در مراسم نصب لوح یادبود احمد شاه مسعود قهرمان ملی کشور در ناحیه هشتم پاریس تا دو روز دیگر شرکت کنند. زمانگا یو افغان چه غدالتا یو مشور و غدالتا قهرمان ملی پنام یادیگی یو تاریخی سیره و او مونږ لا شو پاریس او په سړک باندې د خپل افغان نومورو د دینه بده خوخی زیات زیاتره وسی. هر هغه افغان چې په بیرون کې د قوتونو استعدادونو د پاره وستایل شي، زما د خاور زما د لمنه یو قهرمان دی. قهرمانی په ټولو پورې ارتباط لري.
پیش از این حکومت افغانستان از این اقدام فرانسه استقبال کرده است. ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات میگوید که ساخت غیرمعیاری جاده ها و کوچه های پیوسته به کنیسه ها و عبادتگاه های یهودیان در شهر هرات این بازمانده های تاریخی را با تهدید روبرو ساخته است. با گفته آمریت حفاظت از آبده های تاریخی هرات، بلندی کوچه ها و جاده ها نسبت به بازمانده های برجا مانده از یهودیان در شهر کهنه هرات نزدیک به 2 متر بیشتر است و این کار خطر رفتن آب را به این مکان ها بیشتر ساخته است. نصیر احمد صالحی در این باره گزارش از هرات فرستاده است. 40 سال پیش کنیسه یهودیان بود، اما اکنون مسجد مسلمانان است. این یکی از کنیسه های برجا مانده از یهودیان در شهر کهنه هرات است. ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات میگوید که ساخت غیر معیاری جاده ها و کوچه ها اینجا این بازمانده های تاریخی را با تهدید روبرو ساخته است. کارهای غیرمعیاری در اون ساعت صورت گرفته که نه تنها آبدهای تاریخی که مربوط به یهودیان بوده، بلکه اکثریت خانه هایی که با از ارزش بالای تاریخی برخوردار بوده در اون ساعت صدمه دیده. کلیسه ای که از یهودیان باقی مونده، این وظیفه آبدات تاریخی و وظیفه ریاست اطلاعات و فرهنگ و حکومت محلی هرات است که در مورد این توجهی بکنه. جمعه خان 75 ساله زمان کودکی و نوجوانیش را در کنار همسایه های یهود خود در شهر کهنه هرات سپری کرده است. او میگوید مسجد مسلمانان و کنیسه یهودیان در یک جاده بودند و هر کس عبادت خود را میکرد. وقت از این مردمی که یهودی ها به اینجا زندگی میکرد، ما در مقابل از اینا فرقی نبود که ما این یهودیه یا این نصارا یا مثلا این چیزیه. همسایه ما بوده، ما 24 ساعت خودی از اون مردم به تماس بودیم. ما هیچ مشکل خودی از اون مردم نداشتیم. بیشتر یهودیان هراتی در سالهای 1930 و 1940 میلادی به اسرائیل رفتند، اما از کوچ گروهی آنان بیش از 40 سال می گذرد. در زمان پیامبر بزرگوار اسلام، یهودی، نصرانی و خیلی ادیان دیگری همزمان با ایشان زندگی میکردند. خود عقیده و باور جور نیست. تا نزدیک به 50 سال پیش بیش از 200 خانواده از یهودیان اینجا در شهر کهنه هرات زندگی میکردند و به گونه آزادانه مراسم مذهبیشان را برگزار میکردند. در یک محل دیگر نزدیک به اینجا همچنان ده ها خانواده از سیکان و اهل هنود نیز با مردم هرات و مسلمانان اینجا زندگی آرام داشتند. نصیر احمد صالحی، طلوع نیوز، هرات. بنیاد جهانی حمایت از بازمانده های باستانی در بخش های جنگ زده 2.6 میلیون دلار را برای کاوش های باستانشناسانه و ایجاد پارک باستانشناسی در بالاحصار کابل کمک کرد. مدیر اجرایی این نهاد که ژنو و کابل آمده است میگوید که آنان اکنون 100 پروژه را در 22 کشور از جمله 12 پروژه را برزش نزدیک به 7 میلیون دلار در افغانستان به پیش میبرند. تا کنون بازمانده های باستانی چندین دوره تاریخی در نتیجه کاوش های باستانشناسانه در بالاحصار کابل به دست آمدند. نبیل اشرفی در این باره گزارش تهیه کرده است. مدیر اجرایی بنیاد جهانی حمایت از بازمانده های باستانی در بخش های جنگ زده برای نخستین بار از ژنو به کابل آمده است تا تعهد 2.6 میلیون دلاری این بنیاد را برای کاوش های باستان شناسانه و ایجاد پارک باستان شناسی در بالای سار کابل اعلام بکند. افغانستان افغانستان به خاطر بامیان و از بحر میراث فرهنگی بسیار غنی و متنوعش در اولویت ما قرار دارد. امروز ما توانستیم 12 پروژه را به ارزش 7 میلیون دلار حمایت مالی نماییم. در کنار این پروژه بالاحصار است که بزرگترین پروژه ایمان در جهان است. در کنار کاوش‌های باستانشناسانه، کارهای بازسازی و مرمت‌سازی دیوارها و ساختمان‌های بالای سار کابل نیز به حمایت مالی هند از سوی بنیاد فرهنگی آقاخان در جریانند. فعالیت ما در افغانستان برای دو هدف عمومی است: ارتقاء ظرفیت افغان‌ها برای یک آینده‌ای که دولت افغانستان، سکتور خصوصی و متخصصین افغانی بتوانند که ساحات مهم تاریخی کشور را حفظ کنند. از 4 ماه بدین سو هیئت باستانشناسی فرانسه بازمانده های معماری یونانیان تا کوشانی ها دوره پیش از کوشانیان، یفتلی ها و دوره های اسلامی را از این دژ به دست آورده است.
ما در برابر بالاحصار که صدها سال قدمت دارد قرار داریم. این مکان به جای مبدل خواهد شد تا مردم درباره تاریخ کابل بدانند. حکومت افغانستان میگوید که بازمانده‌های باستانی در نتیجه سالها جنگ در افغانستان سخت صدمه دیدند. سیاست گذاری را وزارت اطلاعات فرهنگ میکند. اولویت بندی را حکومت افغانستان میکند. اما توجه نهادهای بین المللی برای تمویل اینها ضرورت است. بنیاد جهانی حمایت از بازمانده‌های باستانی در بخش‌های جنگ زده 4 سال پیش در ژنو پس از آن ایجاد شد که بسیاری از بازمانده‌های تاریخی در خاورمیانه از جمله عراق و سوریه از سوی داعش ویران شدند. تا چند لحظه دیگر چند خبر از جهان را می‌شنوید با طلوع و طلوع نیوز باشید. ادامه این خبرهاست طلوع و طلوع نیوز. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ادامه سرکشی ایران را از تعهدات هسته‌ای نگران کننده می داند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در یک نشست خبری مشترک با وزیر خارجه آمریکا افزون بر ابراز نگرانی از اقدامات ایران در سرکشی از توافقنامه هسته‌ای موسوم به برجام از آمادگی واشنگتن برای بازگشت به برجام استقبال کرد. در این حال وزیر خارجه آمریکا می گوید که این کشور به اتحادیه اروپا موافقند که ایران باید با مسیر دیپلماسی برگردد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیر خارجه ایالات متحده در کنار مسائل دیگر جهانی درباره ایران در بروکسل گفتگو کردند. جوزف بورل میگوید که برنامه جامع اقدام مشترک یعنی برجام با وجود مشکلات موجود همچنان یک دستاورد عمده دیپلماسی چند جانبه است. ما همچنین درباره ایران بحث کردیم. برنامه جامع اقدام مشترک همچنان یک دستاورد اصلی دیپلماسی چند جانبه است. علی‌رغم مشکلات موجود، من فکر میکنم که این توافق نامه شاهکار دیپلماسی است و ادامه خروج ایران از تعهدات هسته‌ای نگران کننده است. در همین حال وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که راه دیپلماسی برای حل پرونده هسته‌ای ایران باز است. ما درباره هدف مشترکمان در جلوگیری از دستیابی ایران به جنگ افزارهای هسته‌ای، نیاز فوری برای رسیدگی به تغییرات آب و هوایی و چالش‌هایی که چین برای دستور مبتنی بر قوانین ارائه می‌دهد گفتگو کردیم. بر بنیاد توافق هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت جهانی موسوم به برجام که در سال 2015 میلادی امضا شد، ایران پذیرفت که بسیاری از فعالیت‌های هسته‌ایش را متوقف و یا محدود می‌سازد. اما پس از وضع تحریم‌ها از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا، ایران نیز روند تعهدشکنی از این توافقنامه را آغاز کرد. با اکنون نگاه کوتاه داریم بر چند رویداد دیگر. کره شمالی 2 موشک بالستیک آزمایش کرد. مقام‌های ژاپنی گزارش می‌دهند که کره شمالی 2 موشک بالستیک را به سوی دریای ژاپن شلیک کرده است. این نخستین آزمایش موشک بالستیک از زمان رویکار آمدن حکومت جو بایدن در آمریکا است. کمیته المپیک فرانسه تایید می‌کند که جولی پوماگالس که قهرمان پیشین رشته اسنوبورد این کشور در اثر برف کوچ در سوئیس جان باخت. بانو پوماگالس که 40 سال سرگرم اسکی با سه تنی دیگر بود که زیر برف کوچ شد. پوماگالس که در سال 1999 و در سن نوجوانی در رشته اسنوبورد کراس قهرمان جهان شد. ناسا چرخبالی را در سیاره مریخ به پرواز در خواهد آورد. سازمان فضای ایالات متحده می گوید که انتظار دارد برای نخستین بار چرخبالی را که به مریخ منتقل شده است در اوایل مای آینده میلادی به پرواز در آورد. این چرخبال کوچک 1.8 کیلوگرمی یک رشته پروازهای کوتاه را در هوای رقیق مریخ آزمایش خواهد کرد. مهندسان یک منطقه دمتر در دمتر را در مریخ شناسایی کردند که به آن میدان هوایی چرخبال میگویند. خبرهای اقتصادی هم لحظات بعد تقدیم می شود. با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید.
شهرداری کابل 5 بس شهری را به گونه آزمایشی در پایتخت فعال ساخته است. مسئولان نهاد میگویند که قرار است 155 بس دیگر در مرحله بعدی در 16 مسیر در شهر کابل به فعالیت آغاز کنند. با گفته شهرداری کابل، این بس ها با هزینه 10 تا 20 افغانی کرایه از هر سرنشین در 264 ایستگاه فعالیت خواهند داشت. بدود سالنگی در این باره گزارش تهیه کرده است. 200 بس در 16 مسیر شهر کابل آماده فعالیت شدند، اما امروز تنها 5 هراده آن فعالیتشان را در مسیرهای کارته نو و پروژه احمدشاه بابا مینه کابل آغاز کردند. بعد از افتتاح فعالیت این بس ها در 16 مسیر در هفته های آینده بیش از 200 بس شروع به فعالیت خواهد کرد که این بس ها در گدام های نیروهای امنیتی خواب می خوردند و کاربرد خاصی نداشت. این بس ها در حال به فعالیت آغاز کردند که کمبود بس های شهری سبب شده است تا پایتخت نشینان برای ساعت ها در جاده ها از بهر دریافت موتر انتظار بکشند. یک ساعت است یک موتر در بس پیدا نمیشه. شهری را چی میگنی که لینی باشه که لینی بریم در بس پیدا نمیشه. این در حال است که همکنون تصدی ملی بس در 3 حوزه در کابل فعالیت دارد، اما بسیاری از بس های آن از کار افتادند. بسیار خوشحال شدیم که همین بس هایی که امروز جدیدن فعال شدند و خوشحالی ما از همیست که همین بخیر دیگه هم بیشتر شود. وزارت ترانسپورت ادعا دارد که همکنون 100 اراده ترانسپورت شهری در 10 بخش پایتخت فعالیت دارند. هرچند این وزارت از سالهای بسیار تا کنون بر فعالسازی بسهای بیشتر شهری تعهد سپرده است، اما تا کنون این تعهد ناعملی ماندند. خبرهای ورزشی هم لحظات بعد تقدیمتان می شود. یوسف نبیزاده ورزشکار معلول و میل پوش وزن برداری پارالمپیک کشور موتر کاسته را که وزنش 5 تن است با فاصله 50 متر توسط ویلچر خود کش کرد. این ورزشکار که دارای 60% معلولیت است ریکارد تازه‌ای را به نام خودش در افغانستان به ثبت رسانید. در ادامه رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال کشور امروز تیم استقلال کابل در برابر جوانان لغمان وارد مستطیل سبز شد. در این لیگ 12 تیم از 6 حوزه کشور حضور دارند و در ولایت‌های هرات و مزار شریف نیز پیگیری خواهند شد. و اکنون توجه کنید به چگونگی هوای پایتخت و چند شهر دیگر کشور. کابل فردا نیمه ابری، بلندترین درجه گرما 23، پایین‌ترین 8. پکتیا فردا نیمه ابری، بلندترین درجه گرما 19، پایین‌ترین 4. بلخ فردا نیمه ابری، بلندترین درجه گرما 25، پایین‌ترین 15. ننگرهار فردا نیمه ابری، بلندترین درجه گرما 29، پایین‌ترین 13. کندهار فردا آفتابی، بلندترین درجه گرما 33، پایین‌ترین 15. هرات فردا نیمه ابری، بلندترین درجه گرما 31، پایین‌ترین 17. کندز فردا نیمه ابری، بلندترین درجه گرما 29، پایین‌ترین 13. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. وقتتان بخیر. خداوند بزرگ نگهدارتان.